خدمات اینترنتی و رابطه جهانی شما. سرخط خبرهای تازه از افغانستان و جهان. برگزاری نماز عبادی سیاسی در کابل، شرکت مردم در انتخابات به مفهوم تعیین سرنوشت. بازداشت فرمانده ارشد طالبان در قندهار، ناتو، او مسئول تدارکات و سازماندهنده طالبان در نادلی بوده. تأثیرگذاری حملات هوایی آمریکا در مناطق مرزی پاکستان، رهبران طالبان به زندگی در مخفیگاه ها روی آوردند. و بنبست سیاسی در عراق ادامه دارد، مردم منتظر تشکیل دولتند. بسم الله الرحمن الرحیم و با سلام و وقتتان بخیر. بینندگان گرانقدر، به خبرهای این ساعت از نگاه خوش آمدید. امروز جمعه اول اسد سال 1389 هجری خورشیدی که برابر است با 23 جولای سال 2010 میلادی. در این برنامه خبری من فاطمه احمدی با اتفاق همکارانم جواد سروش و ادریس جویا میزبانتان هستیم. اما برنامه خبری این ساعت را با گزارشی از برگزاری مراسم نماز جمعه در مساجد شهر کابل آغاز می کنم. مراسم سیاسی عبادی نماز جمعه امروز در مساجد و تکایای شهر کابل برگزار شد. در این مراسم خطیب نماز جمعه یکی از مساجد شهر کابل از مردم خواستند تا با شرکت در انتخابات سرنوشت خود را تعیین کنند. در مراسم عبادی سیاسی نماز جمعه، موضوعات دینی، اجتماعی و سیاسی مورد بررسی قرار می‌گیرد. برادران و خواهران بزرگوارمان دقت بفرمایند که مراسم سیاسی عبادی نماز جمعه در غرب کابل با شرکت صدها تن از باشندگان این مناطق برگزار شد. خطیبی نماز جمعه در مصلی عباس‌صالح المهدی از مردم خواست تا برای شرکت در روند انتخابات از همین حال آمادگی بگیرند. او شرکت در انتخابات را برای تعیین سرنوشت آینده سیاسی مردم ارزنده توصیف کرد. شما ملت عزیز و سرفراز که پای صندوق‌های رایدهی حاضر میشید، وظیفه دومی که هم وظیفه دینی است، هم وظیفه شرعی است، هم وظیفه ملی و کشوری است، انتخاب سالم است. افراد شایسته، افراد دلسوز، افراد متعهد، افراد با ایمان، اشخاص با اخلاص، کسانی که دلسوزی به شما دارند و دروغ نمیگن، تقلب نمیکنن، به این افراد باید رأی داده شود. آقای عالمی حضور مردم را یک امر لازمی برای سرنوشت آینده کشور خوانده گفت. انتخابات برای مردم هست و مردم باید در انتخابات شرکت کنند. امام جماعت این مسجد در خطبه های نماز جمعه مردم را با وحدت و همبستگی و والدین را برای ادامه تحصیل جوانان تشویق کرد. این پدری که شغل و پیشه کارگری دارد و کار حلال دارد، نعمت خداست. لقمه حلال برای تو پسر و تو دختری که مشغول تعلیم و تحصیل و فراگیری علوم هستی و یا توان کار را نداری، این پدر و مادر زحمتکشی که کار حلال میکنه و از طریق حلال و تو نان میده، شکرگزار باید باشی. افغانستان که اکثر قشر آن را جوانان تشکیل میدهد، با چالش های متعددی چون نداشتن کار، کمرنگ بودن فعالیت های اجتماعی و عدم امنیت روانی دچارند. نیروهای ناتو مستقر در کشور میگویند که یک فرمانده ارشد گروه طالبان را در شهر قندهار بازداشت کردند. در خبرنامه این نیروها گفته شده که این فرمانده با دو تن دیگر در ولسوالی دامان بازداشت شده، اما از آنها نامی بردن نشده است. ناتو اعلام کرده است که فرد بازداشت شده مسئول تجهیز و سازماندهی طالبان در ولسوالی نادلی ولایت هلمند بوده است. هفته گذشته بود که جوزف بلات سخنگوی نیروهای ناتو از روش جدید در عملیاتی این نیروها خبر داد. آقای بلات در گفتگو با خبرنگاران در کابل گفت که آنان به شیوهی عمل خواهند کرد که در جریان عملیات نه به مردم آسیب برسد و نه کسی کشته شود.
اکنون به نظر می رسد که نیروهای زیر فرمان این پیمان گام های عملی را در این راستا برداشتند. در تازه ترین اقدام آنان یک فرمانده ارشد گروه طالبان را در ولایت قندهار در جنوب کشور بازداشت کردند. ناتو در خبرنامه با آنکه نامی از فرمانده بازداشت شده نبرده، اما گفته است که او و دو فرد مظنون دیگر در ولسوالی دامان بازداشت شدند. گفته شده فرمانده بازداشت شده طالبان مسئول راه اندازی عملیات و تجهیز طالبان در ولسوالی نادعلی در ولایت هلمند در مرز با قندهار بوده است. این دومین مورد از این گونه عملیات طی دو روز گذشته است. روز پنجشنبه ناتو اعلام کرد که مسئول تدارکاتی طالبان را در قندهار بازداشت کردند. فرد دیگری نیز از سوی ناتو بازداشت شده که مسئولیت مشابه داشته، اما صاحب فعالیت او در ولایت ننگرهار در شرق کشور بوده است. در اعلامیه ناتو گفته شده که این فرد در ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار بازداشت شده است.